خوش آمدید به دیدبان. مریم افشنگ هستم. در مورد مطبوعات این هفته از درگیری دو جناح سیاسی بر سر یک سریال تلویزیونی خواهیم گفت تا تنش بین ایران و آمریکا. و دادگاه امام‌رضا خاتمی. سلام آقای بهنود، این داستان سریال گاندو تمام هفته واقعا یه ذره مسائل دیپلماسی و تنش در منطقه و آب‌های خلیج فارس رو پوشوند. سلام، بله دیگه، تبدیل شد به یک آرزه روز. ظاهرا جنایی که هواداری میکنه از گاندو و در حقیقت میشه گفت جنای تندرو است، یک دو جا یه ذره گاف کرد و از قول عوامل گفت که به حال این اطلاعاتیست که سپاه در اختیار ما گذاشته، یعنی این پنهان نموند. گرچه بعدش تلاش کردن که این موضوع کمرنگ بشه و این را هم که نویسنده گفته بود که این به حال بخش عظیمش تخیلیه، این رو هم بعدن کیهان و بقیه به جوی بردن کنار که نخیر، این این تکسته، این واقعیت و واقعیت هم همینه، در حالی که صدای دولتی ها هم در اومد. حالا میریم سراغ روزنامه ها، ولی اول شروع کنیم از سازندگی و این بحث تنش بین ایران و بریتانیا در هفته گذشته بر سر این ولی موقعی که هفته شروع شد سازندگی این جلد رو داد و دید، خب صحنه رو ترسیم کرده بود و اینا، ایراد هم گرفتن تو شبکه های مجازی به اینکه این شبیه روی جلد روزنامه سان هست، سان لندن. پایین صفحه اون پایین خودش نوشته است که اینفو از روزنامه سان، برای بله. این داشت پایین صفحه اول این رو اشاره کرده بود به اینکه چی هستش. به هر حال این ماجرا بود که از دید ایران راهزنی دریایی بود، از دید اون طرفایی که اومده بودن برعکسه، یه چیز دیگه ای. لازم توضیح بدین که این نفتکش از ایران به سمت سوریه میرفته و در آب‌های جبل و طارق توسط ایران تکذیب کرده رفتن به سمت سوریه رو، توسط بله توی این نقشه داره میگه که چقدر فاصله داشته با سوریه، توی آب‌های جبل و طارق توسط نیروهای دریایی بریتانیا توقیف شده. در آخر هفته هم اتفاقی که افتاد، یک نفتکش بریتانیایی داشت از آب‌های خلیج فارس وارد تنگه هرمز میشد که مثل اینکه قایق‌هایی که گفته میشه مال سپاه بودن، گفتن که باید بیای تو آب‌های ایران کنار بگیری. هنوز ایران راجعش اظهار نظر نکرد، به روزنامه هم نرسید این، چون بله. آخر روز بود، به روزنامه های دیروز پنجشنبه نرسید. به نظر میرسه هفته حالا با اون شروع میشه. احتمالا. هفته پیش با این شروع شد، هفته آینده با این خبر جدید. بله. خب بریم روزنامه بعدی رو ببینیم، اعتماد. ببینید الان اونجا دارید مقاله هم میبینید، اسرار سردرگمی آمریکایی، که توش آقای سالاری استدلالش اینه، میگه که این کشور سعی میکنه سردرگم کنه دیگران رو، نه خودش. این تیتر احتمال داره که به نظر برسه که داریم میگیم آمریکایی‌ها سردرگمن، ولی اینجا میگه که اینا دارن این عمل رو انجام میدن. سیاست ترامپ رو در واقع میگه که دنیا رو یه ذره چه کرده. بله. اینم تنها روزنامه نیستش که یکی از مهمترین کارهایی که میشه گفتش در هفته‌های اخیر وجود داره و تنوع هم داره، تحلیل‌هایی که چاپ میشه راجع به اینکه آمریکا یا ترامپ چرا این کارو میکنن. و بنابراین این خودش سرگرمی سردرگمی ایجاد کرده است راجع به اینکه آیا این واقعیت وجود ترامپ و هیئت او هست یا این سیاستیه. حتی آقای سالاری اینجا داره میگه که ترامپ این کارا رو میکنه و اینی هم که میگه بدون قید و شرط حاضره مصاحبه کنه، برای اینکه یه برگ برنده یه برای انتخابات بعدی براش. اشاره کردید به دادگاه غیرعلنی مرتضی خاتمی. اینم خبر مهمی بود در هفته که البته روزنامه‌های تهران به دلیل اینکه قوه قضاییه به حال نظرش اعلام کرد و به حال دو سال حبس تعزیری داده است، خیلی نمیتونستن راجبش بحث و گفتگو کنن، و همونطور که میدونید در شبکه‌های مجازی وسیع انتشار پیدا کرد. وقتی که حکم دادگاه بعدی اعلام شد، ایشون هم مستندات خود رو برای اثبات اینکه تقلبی صورت گرفته است رو فرستاد برای رئیس جمهور و منتشر شد. برای سه قوه فرستاد، برای رؤسای سه قوه فرستاد. بله. خب بریم سراغ این سریال جنجالی گاندو در روزنامه ایران. واقعا روز سه شنبه تمام روزنامه ها بله. تیتر یکشون همین در حقیقت بود. سه روز آخر هفته به شدت، اینم از درگیر شدنشون پیش اومده، نه اینکه روز اول
یه انتقادی بود که گفته میشد که این داره کجا میره و اینا، چون دیگه یواش یواش رسیدود به این که توش بیانیه سیاسی، حالا شما ها ندیدید، من دیدم و یه جایی شما میدیدید که کاملا پیداست که یه نظریه سیاسی اومده سناریوی این تفلکی ها رو دستکاری کرده توش، و یهو وسط مأموریت توی ماشینی که دارن میرن، محمد رئیس گروه به یکی از همکاراش که شک کرده یه زمینه ای میده، یه مقاله ایست که انگار یکی از سرمقاله کیهان میخونه، و این به عنوان تبادل دیالوگ در داخل سریال خب خیلی گل درشته، بنابراین پیدا بود صدا در میاره. اما کیهان و روزنامه های اون طرف رسالت و جوان و صبح نو اینا همه رفتن پشت اصولا شبکه 3 و گاندو و اینکه خیلی کار خوبی شده فلان اینا. البته شخصیت های سیاسی اصلاح طلبان از اعضای هیئت دولت، خود وزیر امور خارجه آقای ظریف، همه واکنش نشون دادن، یا آقای حسام الدین آشنا، هر کدوم به نوعی نقد و اعتراضشون رو به این سریال اعلام کردن. بله دیگه، همه شون گفتن. اینجا هم یه مصاحبه کرده است با آقای عطریانفر، اونم به استدلالای بامزه‌ای میکنه در تایید این که نیست. خب بریم روزنامه کیهان رو ببینیم، باز هم این داستان بله گاندو. این دومین واکنش به اصطلاح تیتر اصلی کیهان است. روز قبل از این هم، یعنی روز سه‌شنبه هم تیترش همین بود و بانمک این استش که همین محمد که شما سرشون بالا میبینید که به اصطلاح رئیس گروه اجراییه و چه بازیکن خوبی هم هست، این فراموشمون نمیشه که 3 سال پیش یه فوش اساسی خورد از کیهان، یعنی یه هم مثل آوینی شده که یه هفته قبل از مرگش کیهان یه صفحه هر اون چه که میشد به آوینی گفت گفت. کمتر کسی هست در ایران که یه ذره روزنامه کیهان، آره نه وقت بعد که میافتیم به تجلیل اونجا یه ذره حرف نداشته باشه، آره باید یه ذره تحمل داشته باشیم. به هر حال نه، هم تو از تو هنرپیچه ها هم هنرپیچه اصلی غیر از محمد هم هستن کسایی که به هر حال پیه کیهان به تنشون خورده، ولی الان در شرایطی قرار گرفته که نه، باید که کیهان داره ازش حمایت میکنه. بله. چیزی که کیهان میگه، میگه که الان این سریال نشون داد اون کسایی که دارن میگن که صدا و سیما تماشا نمیکنن برنامه هاشو دروغ میگن، و این انتقاداشون نشون میده که واو چه خبره و چقدر آدما صدا و سیما رو، تلویزیون و برنامه هاشو میبینن. ثابتیه، یعنی هر وقت شما ایراد میگیرین به کار جناب اصولگرا هم به نظرم میرسه باید نوآوری تو این کار بیاره. اینکه هر دو سه هفته مرتبه یک کسی یه چیزی میگه بعد شما بریم بگین آو بریزان چاک سوخته است سرمشق آقای احمدی نژاد، این کار نیست. آقای بلوری یک دو تا نکته مهمم توی سرمقاله‌ای که دارید میگه عملکردها رو اصلاح کنید تا سوژه گاندو نشوید. بله، میگه که شما ما پس بنابراین گاندو داره آقای ظریف رو میگه، آقای ظریف اون کاری که ما میگیم بکنه. بله. با هر نوع مذاکره مخالفت کنه تا اینکه نگه. بله. خب بریم روزنامه رسالت رو ببینیم. مقاله حسین قدیانی رو کردن سرمقاله. اولا صفحه خب نوعی آراستند، بهشون تبریک گفت. اون تای رسالت نمیدونم چه زمانی بریده شد این ته که یهو اینطوری بی سر شد، ولی به هر حال لابد سلیقه آقایون هست، مدتی سر بود این ته شده. گزارش اصلی رو داده به ماجرایی که خیلی توش اتفاقاتی نیفتاده که این طرف یا اون طرف خوشحال بشن، شورای حکام. بله. درسته که امریکا به مقصودی که میخواست نرسید، ولی از اون طرف اتفاقی هم اتفاق که عجیبی نیفتاد. آره اتفاقی نیفتاد، این اونه. ولی مقاله حسین قدیانی، حسین قدیانی فرزند شهید نیست که فکر میکنم که من اگر که به عهده من باشد از بین نسل روزنامه نویسی که در سالهای اخیر یعنی نسل جدید تربیت کردن آقایون شریعت مداری و بقیه افرادی که آقای انبارلویی به گفته خودشون، آقای انبارلویی هم ایشون میگه که به نظرم حسین قدیانی بهترینشونه. بچه جوونی از جوونی از 17-18 سالگی وارد این صحنه شد و از همین رسالت هم شروع کرد و بعد رفت کیهان و بعد دیگه حالا به جای دیگه هم رفتش، یعنی تو نشریات اصولگرا جای دیگه هم یه سری زد. به هر حال یه نثر امروزی شبکه مجازی داره که یه نقطه واحد رو نمیگیره، بلکه همینطور مثل مغز پریشان، مثل قصه نویسی جادویی، یعنی به همه در میزنه و میشرخه. ولی از دیدگاه من صرفا حرفه‌ای دارم میگم، به محتواش کار ندارم،
از دیدگاه من شیرینه. بالاخره یک کسی است که من شخصا هر وقت حسین قدیانی چیز می‌نویسه می‌خونم، به خاطر اینکه این جوشش درونیش رو خیلی خوب بیان می‌کنه. حالا میخوان بگیم که در این مقاله چی گفتن؟ آره خب با هم مخالفت کنی بکنین. خب نه من مخالفتی که نمیخوام، فقط گفتم یه اشاره بکنین به این نثر شیرینی که شما میگید. بله اون جای سابقه ای از خودش داره میگه. به نظرم میرسه که این شروع دوره تازه ای از همکاریش هست با رسالت. میگه من فرزند همینجا از رسالت اومدم، بعد که آن رفتم آقای انواروی سردبیر پیشین. آقای انواروی استاد اولم بوده و سختگیری خیلی زیادی کرده، خیلی هم اصرار داشتن که کلاسیکا رو بخونن و کتاب بخونن و ادبیات بخونن. آقای شهید مداری که خیلی بیشتر میفرستادن به این که کلاسیکای قدیم و لابد فقط تاریخ بیهقی نبوده، مثلا خود سرخ و سیاه و اینا هم بوده، میگن کلاسیکای دنیا رو بخون. به هر حال به نظر من میرسه با این نسلی که داره، به نظر من میرسه که خونده واقعا، ولی به هر حال اینا رو میگه. بعد میرسه به یه شعاری که شعار ایاتون باشه کوی دانش بابو. من فکر میکنم داره اشاره میکنه به اون شعاری که کیهان رسالت عامل هر جنایت، که اون زمان داستان هجده تیر و اینا بود. ولی خب این چیزی که شما میگین اینجا شاید به قول معروف صدق پیدا کنه، که خیلی قشنگ بلدن همه چی رو به همدیگه وصل و مرتبط کنن. بعد از این میرسه به این که مثلا من خیلی هم افتخار میکنم که مثلا با اوباما عکس نگرفتم، با بوش عکس نگرفتم، بعد نمیدونم تنزو. آدم یادش بره که آمریکایی‌ها چه جنایت‌هایی کردن و چه داستان، یعنی اون شعار در چه جایگاهی داده شد و اصلا به چی بود کاملا یه قصه دیگه ازش در اومده. و خلاصه افتخار میکنن که با کسانی مثل آقای انبارلوی و آقای شریعت مداری عکس دارن و اینا. خب بریم سراغ برگزیده ها. این هفته برگزیده ای که آوردیم از این حال ببینید که کیهان، ببخشید، روزنامه ایران که قبلا راجعش صحبت کردیم، گفتیم که به این موضوع حساس بوده، ایران عصر سه شنبه رو اختصاص داد به همین موضوع، ظریف جعلی سیما، ضیا ظریف جعلی سیما، و این که شبکه سه این سریال چرا درست کرده و چه سرسده کیا در اومده اینا، به خصوص این در دفاع از آقای ظریف و نشون دادن این که به حال اوست که تارگته. یه حرفی هم آقای آشنا تو توییت اولش نوشت که بابتش خیلی هم دشنام شنید، که با این لفظ گاندو معموله یه سجع نوع سعدی و اینا پشت ذهن همه ما میگرده انگار، که با گاندو گنده نمیشه کسی. آره یه ذره بازی کردن و اونم داستانهای داشت. خود آقای ظریف هم گفت اصلا من وقت اینکه تلویزیون تماشا کنم ندارم، در ذهن ما اصلا پول نداریم سریال بسازیم. خب بریم برگزیده بعدی، مجله وزن دنیا. مدتی است که منتظر وزن دنیا هستیم، چون خبرش میرسید و خودش دستمون نرسید و منتظر بودیم. این رسانه یه شعر ایرانه، بنابراین از اول تا آخرش راجع به شعر هست و رو جلدش هم به حق رو جلدی است که نیما یوشیج نشون میده. بازخوانی میراث شعری نیما شش دهه بعد از او یک گزارشی است که داره. پوریا سوری هست که میشناسیم از قدیم، همیشه معمولا در روزنامه های مختلف اول که خیلی جوان بود ستون و بعد یه ستونی به همین اسم وزن دنیا اونجا می نوشت و بعدا دیگه نه یه صفحاتی رو می نوشت، بعد خودش نشریه پیدا کرد و همینطور آروم آروم تا اینجا که فرج بعد از شدت نوشته و توضیح داده که چرا شعر. یه کار خیلی مهمی که کرده اینه که نشریه که خب بیشتر شعره، غیر از جمع‌آوری این شعرها، اینا رو بر اساس محدوده استان‌ها تقسیم کرده. چه جالب. بنابراین استان تهران، خب اینا مثلا پوبک مجابی، سعید قیاسی، اینا رو شنیدیم، بعضی هم نشنیده بودیم که حالا میشنویم. آذربایجان شرقی، آرش سایی، پریا شایان، خراسان همینطور، سیستان، بلوچستان، فارس، آقای اوجی. آیا از شاعران مهاجر هم چیزی تو شعر هست؟ بله. بعد آخرش میرسه اتفاقا به آن سوی مرزها. و اونجا البته من فکر کردم مثلا گراناز موسوی و اینا رو هم خواهیم دید، نه، فرشته وزیری نسب، وحید داور، رجا چمنکار، فرشاد سنبلدل، توش شعرهای بسیار جسوری رو هم دیدم، شعرهای نو و کارکرده هم دیدم. چرا که شعر آقای اوجی میگه چه کشیده است، چه بالا و بلند و چه انگشتانی، دیدمش در شب خواب، دیدمش در رویا، تا
تو ندیدیش قیامت میکرد، زخم بر ساز که میزد میزد، من که حیران چنان پنجه و شست، کاش میدیدمش این گونه به بیداری نیست. تو ندیدیش عزیز، من که مبهوت چنان قور و رقص. عالی. خب بریم مجله ها رو ببینیم. آقای بهنود، مجله اندیشه پویا، پرو پیمون مثل همیشه. بله. شما از اندیشه پویا چی به نظرتون رسید؟ من اندیشه پویا واقعا آدم نمیدونه کدومو بعد انتخاب کنه، ولی یه مصاحبه بود همین در واقع یه فنجان اسپرسوی مریم شبانی شما که علاقتونه به در کافه تهران. آدم بعضی وقتا توصیفاتی که میکنه خانم شبانی دلش میخواد در اون کافه بشینه یه قهوه بخوره. مصاحبه کرده با آقای عباس عبدی، مصاحبه خیلی مفصلیه، در مورد یادداشت نویس بودن ایشون صحبت کرده و اینکه خب مثلا بعضی وقتا تو یه روز آدم میبینه در یکی دو تا روزنامه و حتی شاید بیشتر آقای عبدی یادداشت نویسی میکنن، ازش پرسیده چطوریه، چقدر تو مثلا میتونی بنویسی و آیا واقعا این شغلته، که آقای عبدی هم گفته که کارشون یادداشت نویسیه و در واقع هفته ای 10 تا یادداشت مینویسن. خبرها رو مرور میکنن، خیلی دنبال همه چی هستن و مدام به قول معروف بعد از لابلای همین وارد یه سری مباحث حالا سیاسی و روز شدن. داستان پرونده آقای نجفی رو دنبال کردن، آقای عبدی انتقاد کردن از اصلاح طلبان و کسانی که در جریان این رابطه بودن که چرا جلوی آقای نجفی رو نگرفتن و چرا قبل از این که این فاجعه اتفاق بیفته کاری نکردن. بعد به داستان انتخابات میرسه و اینکه آقای عبدی یه جورایی میگه که به انتخابات دیگه به این شکل و شمایلی که در ایران هست باوری ندارن و میگه که هنوز هم میگم مشکلاتی که از اون طرف ایجاد میشه نباید توجیه ضعف خودمون بکنیم، شرایط با گذشته فرق کرده و برای همین میگویم شرکت در انتخابات معنای خودش رو از دست داده. در پرونده ویژه این هفته این مسئله قدیمی وسوق الدوله خائن است یا خادم، این رو مطرح کرده به مناسبت اینکه 100 سال از قرارداد 1919 که در تاریخ نوشته شد، ما هم از بچگی در گوشمون خوندن که قرارداد منحوس، و بعدن که بزرگ شدیم تازه متن قرارداد دیدیم که با قراردادهایی که در زمانهای خیلی جدی مثل زمانهای دکتر مصدق بسته شده خیلی هم چیز نداره، خیلی هم تفاوت نداره، ولی به هر حال شرایط اون روز ایران اینطوری بوده. و این همون بحثی است که توی گفتای بزرگان اینجا میادش، آدمای مختلفی در این باره حرف زدن، آقای همایون کاتوزیان مطلبی نوشتند، آقای بیات و دیگران، و در نتیجه این مبحث خوبی است که نسل جدید میلاد عظیمی شروع کرده و این حضرات توش نوشتن. اما درست از همینجا وارد یک گزارش دوم میشیم که این دیگه به ادبیات مربوط است و به دوره‌ای که ما عقل رس بودیم، و می‌بینید که آقای براهنی هست، منتقد جنگجو، و این دفعه در جدلیات رفتن یه پرونده ای رو باز کردن، بسیار شیطنت آمیزه و خوب هم هست. مربوط هست به این که دکتر براهنی موقع که آمد به ایران از ترکیه، اومدش درسش تموم شد بود اومد، و اون دوره به فاصله کوتاهی در مجله فردوسی شروع کرد به این اون پریدن، و هیچ کسو در حقیقت بدون نقد، اونم نقدای تندی که بخشای شخصی میشد، نذاشت. اول از همه فروغ، بعدم هم دیگران، همه، هر کی فکر کنین از قلمش در امان نماند. و اون صفحه نیمرخ که درست کرد و خیلی تند بود، خوب خیلی. و در این حال دکتر زیر سایه، در اون زمان زیر سایه آل احمد قرار داشت، و بنابراین همه از چشم آل احمد میبیدن و غلط هم نبود، به دلیل اینکه بعد از اینکه آقای علمت فوت شد به فاصله کوتاه این جنجالا از دکتر رد شد، یعنی نقد جدی نوشتند. اینا توش میرسه یه شیطنتی میکنه، یک مطلبی رو به نقل از روشنفکر، مجله روشنفکر میاره که این اتفاقا نوشته منه، بدون امضا بوده، من و استادم فرج سبا در همون نزدیکی، یعنی تو کافه نادری بودیم، شنیدیم جنجالی شده تو پیاده رو، این دوتا، یعنی
آقای برهانی و نصرت رحمانی با هم درگیر شدن. درگیر شدن به این معنی که نصرت چند تا چک محکم زده با یکی از این چک‌ها دکتر برهانی افتاده زمین، کتاباش هم پخش شده. و دکتر برهانی دویده رفته، چابکتر بوده با همه توپل بودنش، رفته یقش گرفته نگه داشته، پلیس خبر کرده. ما موقعی رسیدیم رفتیم کلانتری و اون موقع نصف ادبیات ایران هم اومدن کلانتری و این حادثه تبدیل به حادثه بزرگی شد. حالا با این تفاوت که اون جایی که روشنفکر که من گزارش نوشتم توش نصرت رحمانی توش کار میکرد، بنابراین یه ذره طرف نصرت رحمانی بودیم و اون جایی که آقای برهانی کار میکرد یعنی فردوسی قضیه برعکس بود. بله. بنابراین گزارش ها با هم تفاوت داره. الان که بعد از 50 سال نگاه میکنم یه جاهایی پیداست که سانسور شده، این معمول نبود اون موقع. تعجب میکنم که سالی 46 دفعه اولی دارم میبینم که در اون موقع هم این کار شده، یعنی سردبیر ما یه جایی رو زده بعد آکولات باز کرده سه تا نقطه گذاشته، همین چیزی که در دوره شما هم مد شد. بله. که نشون میده که گزارش من یه جایی که دیگه تیز میشد و سرکله مثلا آقای احمد و اینا هم پیدا میشده توش و اینا، گفتم بچه برو به کنار، خط زدن. خب بریم شبکه آفتاب رو ببینیم که یه نگاهی کرده به سیلی که چند ماه پیش کل تقریبا ایران رو گرفت. یه کار جالبی که کرده توی بخش اجتماعیش، حالا جدای از داستان سیل، رفته یه برگزیده از کافه های تهران رو نگاه کرده که موسیقی زنده اجرا میشه، موسیقی جاز و کلاسیک، و نگاه کرده که چقدر اینا میتونن کمک کنن به در واقع فرهنگ حالا موسیقی و به خصوص به این تعداد فارغ التحصیلان رشته موسیقی. یک گزارشی هست، گزارش تپننه. آه این هم خیلی قشنگ بود. بله، این در تپننه، این یک روستایی است در اطراف پیرکندی و دلیل اینکه بهش میگن تپه ننه اینکه به خاطر اینکه اونجا یه امامزاده هست، میگن یه خانومی در اونجا دفنه. اینا پیدا کردن که یه مراسمی داره، سال یه مرتبه در یه روزی یه کسی مثل فاطمه خانم که از قدیمی هاست راه میفته و با این اون مشورت میکنه و یه روزی رو اعلام میکنه، این دفعه 12 اردیبهشت، و در اون روز روز زن میشه روز بدون مرد که میرن تو اون امامزاده. بنابراین همه را میفتن مثل همین عکسی که میبینید، همه میان و خانوما میرن، مردا نیستن، خانوما میرن توی اونجا و اونجا از قرار عزاداری نیست همش، یعنی رقص و آواز و اینا هم هست ولی خانوما اصلا، خانم جودکی رفته، نرگس رفته اینجا. بنابراین گزارش اینه. بعد ایمان پاکنهاد هم بوده، آقای کوسری هم بودن که عکس میگرفتن، عباس کوسری. معلوم شد که روستا یه روز بدون زنا، یعنی مردا هم در همین فرصت همه تر روستا خوشحال بودن. آره، همون روز حالشون خوب بوده، بنابراین در کوچه های پیرکنده هیچ زنی نبود، هیچ دعوایی هم هیچ باشگی نمی کرده، بودن در تراوت دامنه های تپه روزی رو بدون مردا سر کنن، آواز بخونن، برقصن. زن حاج علی اصغر هم رفته بود، او تنها نشسته بود، دستی به کت کهنه‌اش کشید، گفت میبینی خدا پدر مصدق و بیامرزه، اگر نبود این تن من نبود، نفت و گازمون رو از انگلیسی ها و اروس ها گرفت، وگرنه ما چیزی نداشتیم بخوریم. اونم پیر شده و اون خاطرات میگه. یه چیزی هم من دلم نمیاد که اشاره نکنم بهش، در بخش تن متن یادداشت داستانی هست از پیمان هوشمندزاده به نام نفس بس که نوشته برسد به دست جناب آقای کوروش اسدی. اینطوری شروع میشه که من تا به حال خودکشی نکردم، اما دلیل نمیشود که بهش فکر نکرده باشم، دلیل نمیشود آمارش را نگیرم یا دنبال روشهایش نگردم. در مورد خودکشی توضیح میده، در مورد اینکه با این داستان و مرگ و چه تفاوتی بین مرگ و خودکشی هست، میگه خودکشی یک اختیاره، یک فعلیه که انجام میدیم، مرگ یه چیزیه که اجباره و خودکشی براش برنامه ریزی میشه، مرگ یه جور دیگه است. خلاصه خیلی مفصل میره و همون اولا بله و همون اولا به یک در واقع هجله اشاره میکنه که یک پسری توی کوچهشون گویا خودکشی کرده. آخر داستان معلوم میشه که این پسر که خودکشی کرده یک برادر دوقلویی داشته
و داستان رو با حال و هوا و احساسات اون برادر دوقلوه چی میکنه که به خانه برگردیم، قول مانده را تصور کنید روی تختش نشسته و آلبوم عکس کودکی‌هایشان را ورق میزند. دو تا نوزاد کنار هم افتادند، هر دو یکی تکه آبی پوشیدند، هیچ کس حتی خودش مطمئن نیست که کدام یک از آنهاست. و خلاصه داستان رو اینطوری تمام کنه، خیلی زیبا و تکون دهنده بود. شما رفتین یه جایی دیدین، اینم این عکس سپانلور هم یادش بخیر، آقای مسعودنیا که خوندیم اونجا بله. هم مقالشون بود. اینجا راجع به سپانلور مطلبی نوشتن و به خصوص با اشاره به همون نام تمام مردگان یحیاست. بله. بریم کارتون آخر از نازنین جمشیدی رو ببینیم که اشاره کرده فکر میکنم که به این داستان اجاره نشین ها و بحثی هم که هفته پیش یک دو هفته پیش مطرح شد که گویا در کرمانشاه مردم میرن که چادر بخرن و پول اجاره چون ندارن. از اون اول مشاور املاک شروع میکنه باش خوش سخنی کردن برای اینکه راهشون بندازه. مشاور املاک مثل که اول یه خونه رو نشون میده، اوکازیونه، بعد میره یه آپارتمانی، خلاصه همینطوری میاد به کانکس و بعد میره چادر و چادر کوچولو دو نفره و بعد اینجا میگه یه کارتونی آخر میرسه میگه بفرمایید رسیدیم. صابخونش رو را میاد باهاتون باهاش بذاریم مبلغ اجاره رو. صابخونش شهرداری لاور. احتمالاً. در اصل ممنون آقای بهنود و همینطور ممنون از شما. منتظر نظراتتون درباره تمام برنامه‌های تلویزیون، رادیو و وبسایتمون هستین. کافیه که به بی بی سی دیدبان توییت کنید. توییت هاتون رو می‌بینیم. از هشتگ دیدبان استفاده کنید. با شناسه @BBC شما هم می‌تونید در تلگرام با ما همراه باشید. ممنون که با ما بودید. همینجا از طرف خودم و آقای بهنود براتون هفته خوشی آرزو می‌کنم. شب روزتون خوش.